عزیزان شرمنده صحبتون به خیر باشه. شما که تازه به جمع شرمندگان و پیبستین، خبرها رو از یورو نیوز به اتفاق شنیدیم و در جریان آخر خبرهای روز قرار گرفتیم و اما حالا میریم به سمت برنامه بعدیمون که هستش صبح خیلی دارم خدمت آقای حمید اصلی از هوی یوریس بیرو که امروز با ما همراه هستن. صبحتون بخیر باشه. صبح بخیر نادر جان عزیز. برای اینکه این بحث اولتریدنی خوبی برای این موضوع انجام بشه، اونجا هستش که مشخص میشه که آیا شرایطی که این بچه میتونه خودش قبول کنه و بپذیره چطور هستش، خاطره هاش چیه، خواسته هاش چیه، اینها هستن که اونجا مطرح میشن. ولی اینکه بخوایم بگیم که یک بچه رو میارن توی دادگاه و از این بچه من و شوهر، مادر یا پدر صحبت‌های بدی سالها میکنه، دروغ‌های بدی میگه برای اینکه این بچه خودش رو دور کنه از اون یکی، خب شما شاید نتیجه خیلی خوبی رو بگیرید سالهای اول، ولی یادتون باشه این بچه بزرگ میشه، این بچه صحبت‌های شما رو یادش میاد و وقتی به سنی میرسه مثل 12، 13، 14، 15، بچه‌های امروز کاملا واضح و خیلی عاقلانه فکر میکنن. یک روزی متوجه میشه که شما ایشون رو به عنوان یک وسیله استفاده کردید، یک روزی متوجه میشه که شما دروغ گفتید، سعی کردید از پدر یا از مادرش جدا کنید. بله، اون موقع هستش که هیچ موقع نمیاد شما رو ببخشه. اگرم ببخشه رابطتون خیلی خیلی بد میشه بین هم دیگه و یه صدمه خیلی بزرگی میزنید به بچه خودتون. این رو من متاسفانه خیلی میبینم و یک اشتباه بزرگی هستش که اگر یک استوپی بکنیم، 2 دقیقه، 5 دقیقه فکر بکنیم، هممون میتونیم متوجه بشیم که کار اشتباه است. بذارید اختلافهای خودتون رو بین خودتون حل کنید و بذارید این بچه بهترین زندگی رو داشته باشه. تو این زمینه خیلی مسائل مختلف شنیدیم، اتفاقایی که افتاده، از جمله این که پدر یا مادری از فرصت استفاده کرده و فرزند خودش رو برداشته بدون اطلاع همسرش، از کشور خارج کرده و بله. در کشور دیگه زندگیشون شروع کردن که خب با خیلی مسائل مختلف بله. بوده. اینو چیزی که خیلی اتفاق افتاده توی متاسفانه هم خیلی باساب داشته، متاسفانه بله چه اتفاقاتی افتاده و خیلی اصلا این کودکان وقتی به سنی رسیدن که تونستن حالا تصمیم بگیرن و دیگه از زیر این بایدهای پدر یا مادر تونستن خوش رو بله. موفق شدن که خودشون برگردن و میبینید که یعنی با تمام این بازی‌هایی که انجام شده در نهایت اون فرزند اون میتونه آخرش بفهمه که کاری که کردید اشتباه بوده و اون میخواد برگرده پیش پدر یا مادرش که ازش جدا کرده باشد. این جدایی به نفع شما نباشه، به ضرر شما باشه و بهتره که به نوعی بشه با هم یک کنار اومد، مثل همین فعالی که شما الان گفتین که بعد به نوعی با هم یک کنار اومد که بچه بتونه هم پدر رو داشته باشه هم مادر رو، هم خانواده ها داشته باشه. بله. کدوم اینا هر کس به نظر من داره هر کسی که فکر کنه که نفر بعدی رو میشه کنار گذاشت برای فرزند اشتباه بزرگیشون. بچه به هر دو طرف احتیاج داره، یکسان دارن، هیچ بله. کدوم جدا کمتر یا بیشتر از اون یکی نیستش. حالا که در مورد کودک صحبت شده بله، حالا که صحبتمون رفتش تو سمت کودک فوکوس رفت روی این قسمت، من یه سوال دیگه اون سمت پیش اومده. یه موقع بچه ها هر کوشش نمی کنم کاری میشه، شما حساب کنید که این بچه تون داره یه کاری بکنه که نباید بکنن. یه موقع با گفتن نکن و خواهش میکنم جواب نمیده، پدر مادر عصبانی میشن و میخواد یه نمیدونم تنبیه بگم اسمشو بخوام یه حالت تربیت شاید تربیتش باشه به نوعی بخواد کاری انجام بده که تنبیه بدنی نباشه و خیلی اروپایی خیلی مدرن باشه، مثل توی فیلم های امریکایی به بچهش میگه که برو باشین تو اتاق تا یک ساعت دیگه ازه ندهید در اتاق تو واقع کنید و بشین اونجا
و تا یک ساعت ایتی ندیده بعد از یک ساعت میتونی بیای بیرون. اوکی این لحاظ قانونی این کار رو میشه کرد با بچه؟ نه یعنی نمی... زندانیش میکنی با این کار؟ بله نه اوکی نیست این اصلا اروپایی نیست شاید اروپایی باشه نمیدونم ولی قانونی نیست که میگه برو تو اتاق فشن یک ساعت دیگه بیا بیرون یا نیم ساعت دیگه بیرون و واقعا این لحاظ واسه بچه چی؟ ببینید قوانین چی میگه؟ چند دقیقه پیش درباره این صحبت کردیم که خودمون رو همیشه خودمون رو خالی نبینیم بتونیم بچه یک کسی دیگر هم از نظر دید اونها بتونیم زندگی رو ببینیم و بتونیم اختلافهای خودمون رو حل کنیم درسته؟ بله خب ببین وقتی که یک فرد مثلا شما اینجوری فکر کنید وقتی 30 سالتونه فکر کنید یک سال براتون چقدر طولانیه وقتی شما 15 سالتون بود 3 ماه چقدر براتون طولانی بود و وقتی شما شاید مثلا حالا 8 سالتون بود یا 5 سالتون بود اصلا یک چند لحظه چقدر براتون طولانی بود هر کسی توی سن همه انسان ها توی زندگیشون توی سنهای مختلف دید و احساس مختلفی دارن برای من و شما که میگیم به یک بچه بروی چند لحظه هیچی نیست چرا؟ چون زندگیمون اینقدر کارهای مختلف داریم که میدونیم تو این چند لحظه نمیرسیم زیاد کارهای انجام بدیم بنابراین این زیاد نیست چیز مهمی نیست ولی برای اون بچه اون 5 دقیقه اون 10 دقیقه اون 20 دقیقه خیلی طولانیه و وقتی شما این بچه رو میندازید توی اتاق در رو بهش قفل میکنید امکان داره که حتی این اتاق کوچیکتر و کوچیکتر بشه احساسات ترس بیشتر و بیشتر بشه خب روانشناسا حتی میگن که این صدمه میزنه به بچه ها نباید این کارو بکنیم خب از نظر روانشناسی بیایم بیرون که اصلا واردش نمیشیم حق نداریم یک بچه رو بندازیم توی اتاق در رو قفل کنیم روش این حق نداریم چقدر قویه؟ خیلی قویه حکم هست جدا؟ بله حکم هست خیلی قویه دیگه ببینید پدر و مادر حالا خوشبختانه یا خیر داشتن جدا می شدن این مادر عادت داشت هر دفعه که این بچه شلوغی می کرد بچه رو ببره توی سونا باستو و این بچه رو بذاره اونجا یه چند دقیقه ای بخاطر تو اتاق باستو بله خب و یه چند دقیقه زیاد نه یک روشن یا باستو نه خاموش یا اتاق دیگه اتاق. بله یک تا 3 دقیقه داریم درباره نیم ساعت و یک ساعت صحبت نمی کنیم یک تا 3 دقیقه یک چند دقیقه خالی خب این بچه دیرکت که می اومد تو این اتاق اعتراف خواهش ببخشید معذرت می خوام و حرکاتش درست می شد از اون شلوغیش بر می گشت با مادر می گرد که کارش جواب می داد بله به قول خودتون اروپایی داره رفتار می کنه بچه رو نمی زنه و فیسیس داره این بچه رو اذیت نمی کنه پدر با این کار کاملا مخالف بود و چندین بار گفته بود به این مادر که نباید این کار رو بکنه و ایشون گوش نمیداد چون کارش درسته یه چند دقیقه است و بعد از اون چند دقیقه جواب میده چیزی که پدر تونست ببینه توی این موضوع این بود که بچه شروع کرده بود توی جاهایی که مثلا اتاق و جاهای مثلا بسته بود خیلی حالش میگرفت و میترسید و این اثر کار زن خودش رو میدید توی بچه خودش و همه مرزی دارن و مرز ایشون هم رسید و ایشون این مادر رو آملا کرد خب
این حرکت اروپایی که داریم درباره صحبت میکنیم یه کاری کرد که این مادر برای چهار بار این کاری که انجام داده شده که تونستن تشخیص بدن چه روزی چه ساعتی کدوم اتاق و همه همینجوری که نمیتونیم بگیم، مثلا هر چهار بار متهم شد و 10,000 کرون باید خسارت بده به فرزند خودش. این کار خوبی اصلا نیست، نه از نظر روانشناسی نه از نظر قانونی اصلا. فکر کنم لازمه سیکس خیلی تاثیر بدی روی بچه‌ خیلی میذاره. خیلی مواقع آقای همیناسی عزیز، خیلی مواقع آدم شاید بزرگسالا به عمق کاری که میکنم فکر نمیکنم. میدونید خیلی به همون که شما گفتید، چون پسته با 3-5 دقیقه اصلا چیزی نیستش. بله. تازه شاید فرصتی بشه که به فیسبوکتون بدونید که مثلا کسی مزاحم بشه، ناگهانتون 5 دقیقه که به اون بچه گفتی باید بشون تو اتاق، یک لحظه از واسه ما، ولی واسه اون بچه واقعا میتونه خیلی ضرر ده، یعنی تربیه بزرگی باشه. خیلی. ولی نمیدونم چرا، واقعا شاید از بس دور مشغوله به اونقدر فرصت کم برای فکرشم به خیلی کارمون فکر نمیکنم. یه وقت داریم مثلا در رابطه بچه ها، بله، اگه آدم فکر کنه واقعا خیلی باید مواظب باشه. و همون که شما گفتیم بچه های امروز خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم میدونم، و این ضربا واقعا میتونه ضربای بدی باشه، ضربای بدی میتونه باشه. تو خیلی مسائل با بچه ها باید مواظب، بیشتر از این باید مواظب باشه. واقعا حرفتون درسته، ولی بازم من میگم این یک درست نیست که اینجوری فکر کنیم. ببینید خیلی راحته، هر دفعه هر حرکتی که داریم انجام میدیم میتونیم بپرسیم، مشاوره بگیریم، میتونیم با یک سیکولوگ صحبت کنیم، میتونیم خودمون اطلاعات پیدا کنیم، یا خیلی عادی خودمون رو جای این بچه بذاریم. یعنی شما به یک بچه، به دوست خودتون میگید وقتی زنگ میزنه این کارو برام کردی، بهش میگی 5 دقیقه دیگه برات انجام میدم، اون خیلی خوشحاله، به کارم حل میشه تو 5 دقیقه. یعنی جک پوت. بچه خودتون میاد میگه پدر مادر من اینو میخوام، بهش میگی یکم وایستا، یکم وایستا، این بچه وای نمیسته. چرا؟ به خاطر اینکه یکم خیلی زیاده براش، اون همین الان میخواد، این متوجه نمیشه این تایم رو. ببین شما 10,000 کرون که میگین واسه خیلی خوب، شاید خوب 10,000 کرون پول نیستش که اینم، ولی اون ضربه‌ای که بچه زده خیلی بزرگتر از این حرف هست. حالا این یک جریمه نقدیه، حالا به عنوان سمبولیک. بله بله. ولی اون ضربه‌ای که زده شده به نظرم خیلی بزرگتر از این حرف هستش. خیلی ممنون از این بخش، فکرم برای خیلی این حالا چلاز قانونیش که به حال میتونه تو خیلی بله. مواقع میتونه برای شما میتونه دردسرساز باشه، مثلا برای پدر مادری که شاید اختلاف دارن، شاید همین مسئله تو هزانت بچه بتونه تاثیر بذاره. خیلی خیلی بله. مادری هست یا پدری هست که چنین رفتاری رو میکنه و تاثیر بدی روی مثلا روحی بچه باشه، بله، بتونه جزو فالای باشه که تاثیر بذاره. یه چند لحظه هنوز از برنامه باقی مونده، یک سوال دیگه دارم که تا چند لحظه دیگه. چند تا از دوستان رو داریم با هم یه سلامی بفرستیم، یه سلام از رادیوی تکنوا برای سلام. تمام عزیزان سلام، مرسی که با ما همراه هستید. امیدوارم هر جا که هستید حالتون بست باشه. خب بریم به سراغ یک سوال دیگه دارم آقای حمیدعلی، و اون هم در رابطه این است که همیشه صحبت از این دقیقات این ماهای اخیر صحبت از این بود که دوستانی که درخواست خودشون رو به اداره مهاجرت دادن زمان خیلی خیلی بیشتری باید منتظر باشن تا جواب ها بیادش، و این سرعت پایین یکی از صحبت بود که توی ماهای گذشته زیاد در موردش کردیم. حالا بس که برعکس شده،
حالا اداره مهاجرت تختاز داره میره جلو، موضوع از چه قراره؟ این اصلا چی شده؟ چرا اینجوری شده؟ تعداد آنسلا زیاد شده یا به قول معروف یه مقداری یعنی کیفیت این انتخاب و کیفیت کار پایین اومده؟ بله نه اینطور نیستش که الان مثلا با قول شما میگره خونس برکت داره گاز میده و سرعت زیاد شده، ولی این یهو انجام نشده. کاملا درسته این چیزی که دارید میگید. در پایان سال 2015 یک چند فکر کنم نزدیک 700-800 هاندلگر مأمور استخدام شدن. اینا ببینید خب نمیتونن دایرکت اینا رو بیارن و کیس های اینقدر حساس رو بگن که باید بشینید و حل کنید این کیس ها رو، نظر بدید. اینا باید آموزش ببینن، هرچند که به اصطلاح سوادش رو دارن ولی باید آموزش تخصصی ببینن و اینها چند ماه کار کردن روشون و اینها رو پرورش دادن. بله و این اتفاق الان داره میفته که این افراد دست به کار شدن و پرس زیادی روشونه برای اینکه بتونن هرچه زودتر سرعت بره بالا، چون صدای مردم در اومده، مدیا داره مثلا نظر میده هی چرا اینطوره، چرا اونطوره، چرا کیسانه میرن جلو، مردم بلا تکلیف هستن و و و و و هزینه داره این بله هزینه داره. خیلی ها الان دارن درباره این صحبت میکنن که خب این سرعتی که شما دارید میدید و دارید میگید تا آخر سال میخواید 110,000 پرونده جواب داده بشه چه کوالیتی رو دارید در نظر میگیرید و چطوری دارید کریتیک رو میندازن بهشون برای اینکه اینا جوابگو باشن. اداره مهاجرت اینو قبول نداره، میگه که اینطور نیست، ما خبره هستیم، ما میدونیم داریم چی کار میکنیم، کفالیتمون هنوز بر جا هست، بالا هستش و اینطور نیستش که ما همینجوری سربسته داریم کیسا رو جواب میدیم که برن. دیگه چقدر میتونه این صحت داشته باشه و واقعیتش چی هستش میتونیم از جاهایی بپرسیم که این بالاخره میاد بیرون. یعنی چطور؟ این کیس ها جواب هاشون داده میشه، وکیل باید نظر بده، اعتراض بده و این کیس با اعتراضش میاد به دست دادگاه. اونجا هستش که دادگاه میتونه قبول کنه، رد کنه و مثل خیلی وقتا متوجه بشه که اینجا اشتباهی شده، مشکلی بوده و این کیس رو برگردونه برای بررسی کردن جدید از طرف خود اداره مهاجرت. امیدواریم که کیفیت پایین نیادش، دقت عمل پایین نیادش. ارگان دولتی هر کدوم باشه فرق نمی‌کنه، برای هر کسی به هر حال روزی به دردمون میخواد بخوره. بله حالا قضیه اقامت خودمون شاید ما اونو پشت سر بذاریم، ولی شاید بخوایم برای کسی درخواست بدیم که مهمانی داشته باشه. بله. اونجاست که آدم بیاد میگه خدا کنه اینا دقت عملشون خوب باشه، خدا کنه خوب بخونن چی نوشتم. بله. بفهمم منظورم چیه، بفهمم که من مثلا این شخص که میخواد بیاد چیه. هر کدومشون به جای خودشون روزی ما با اینا کار داریم و این دقت عمل همچنان بالا باشه. به هر حال برای هر شهروندی مهمه که واقعا از دادگاه گرفته تا پلیس و اداره مالیات هر کدومشون جای خودشون برامون مهم و اپ‌های دیگه که ما صحبت نمی کنیم درباره مشکلات این دوستان. بیشترم کودکان و مهاجران زیر سن هستن که این اعتراض رو دارن و اینطور نیست که درباره شما صحبت نمی کنیم. فکر کنم برنامه هایی داشتیم درباره شما عزیزان. میدونم که خیلی اداره مهاجرت خیلی از کیس های شما رو داره رد میکنه به خاطر دلیل های مختلف.
توی برنامه های قبلیم هم صحبت کردم در این موضوع. شما می بایست از اول وقتی که وارد این کشور می شدید یک دلیل های پناهندگی هم مطرح می کردید. خب الان سخت براتون شاید بیاید این کار رو بعد از اینکه خودتون رو معرفی کنید. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما عزیزان. تشکر میکنم از آقای حمید عصیف از خوییل اسپیرو که امروز هم مهمان ما بودید و صحبت جالبی رو داشتیم. دوستان ازش شنوندم که همچنان اگه مایل هستین این برنامه دنبال کنید، میتونم بهتون این که حدود 10 دقیقه فرصت بدم که آقای حمید دستی هستن همچنان و اگه مایل باشین میتونین مستقیما پشت خط با ایشون در تماس باشین. باش دو شماره تلفن 08 92 20 57 58. مرسی، خیلی ممنون. تا دفعه دیگه آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم. سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که از طریق فیسبوک حمید عصی هم ما رو دنبال کردن. از شما خداحافظی میکنم. تشکر میکنم. دوستان عزیز، مرسی که با ما بودید. فکر کنم یکی از عزیزان تو تلفن میخواد با هم صحبت کنه و من از اینجا از همتون خداحافظی میکنم. آرزوی موفقیت برای همتون دارم.